سلام، به تماشا خوش اومدید. من رجا اسدی هستم. در برنامه این هفته حق داره والله. فیلم یلدا ساخته مسعود بخشی. 20 سالگی رمان درخت انجیر معابد نوشته احمد محمود. بی جایی و بی زمانی در آثار نوید عظیمی. صنعت سینما ماه‌هاست در بحرانه. سالن‌های سینما بسته یا خلوتن و فیلم‌هایی هم که به نمایش در میان فروش زیادی ندارن. در میانه این بحران، یک فیلم ایرانی به نام یلدا شبی برای بخشش موفق شده در صدر جدول فروش فیلم‌های روی پرده فرانسه قرار بگیره. یلدا دومین فیلم بلند داستانی مسعود بخشی جایزه بزرگ هیئت داوران جشنواره سینمایی ساندنس رو گرفت و در آلمان، سوئیس و فرانسه روی پرده رفت و جوایز دیگه‌ای هم دریافت کرد. دنیتسا بانچوا، منتقد مجله سینمایی پوزیتیو، با تماشا صحبت کرده. امیدوارم که به هر حال رضایتو بگیریم انشالله. ایشالا چرا آقای آید دیگه؟ حتما دیگه تو رو خودمون مونده مون به شما. 3 2 1 استدیو آنتن. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. یلدا ساخته مسعود بخشی یه فیلم فمینیستیه که به سرنوشت زنا میپردازه. فیلم پیامش همدردی، پیامش بخشش. داره دروغ میگه، تو بودی. بذار حرفشو بزنه. تقریبا تمام فیلم در یک استودیوی تلویزیونی در فضای بسته میگذره، جایی که یک ریالیتی شو با عنوان لذت اف در حال ضبطه. در پایان این برنامه قراره سرنوشت دختری به اسم مریم که به طور اتفاقی شوهرشو کشته رقم بخوره. حاضره؟ یه دقیقه دیگه آقا. نمیخواد، من خودم میام. لازم نیست، شما همونجا که گفتم ببینید تا آخر برنامه. نمیخوام مامانم جام حرف بزنه، خودم هستم. اگه تصمیم گرفتی زندگی خودتو خراب بکنی بکن، ولی من اجازه نمیدم برنامه من خراب کنی. روابط بیشتر شخصیت‌های داستان اشکال مختلفی از فشارهای اجتماعی، خانوادگی و حتی سوء استفاده و ستمگری رو به نمایش میذارن. مثلا اینکه مادر مریم به انهای مختلف اونو بازی میده. قبلا بهش فشار آورده تا به عقد موقت شخصی به نام ناصر ضیا در بیاد و حالا بهش فشار میاره که در این برنامه تلویزیونی شرکت بکنه. بفرمایید. همینجا باشم. بفرمایید. بذارید خودم جای خودم حرف بزنم. بذارید بیام. هرچی قصه جلوتر میره بیشتر میفهمیم این مادر چقدر آدم غیر صادقیه و در حق دخترش بیرحم و زورگوه. از طرف دیگه مونا رو میبینیم که ظاهری بسیار سرد داره، خیلی کم حرفه و همینطور حدس میزنیم که آدم حریصی باشه، چون پذیرفته در این برنامه شرکت کنه با هدف اینکه پول هنگفتی به دست بیاره. همه اینا موجب میشه که مونا برای تماشاگر آدم ناخوشایندی به نظر بیاد. فقط در یک سوم آخر فیلمه که متوجه میشیم مونا هم توی تله افتاده و از همه طرف تحت فشاره. وکیلش بهش فشار میاره، تهیه کننده برنامه بهش فشار میاره، در آخر حتی دادستان که مهمان آخرین بخش برنامه تلویزیونی هم هست بهش فشار میاره و میگه که اگه اون تصمیمی که باید رو نگیره، حتی وقتی از کشور بره، مخاطبان اینترنتی دست از سرش بر نخواهند داشت و روی آرامش رو نمیبینه. در نتیجه در نهایت مخاطب متوجه میشه که هر دوی این زنا هر کدوم به نوعی ناتوانند، یعنی میدان بازی محدودی دارند. یکی از محاسن بزرگ فیلم اینه که ناتوانی این دو زن رو به خوبی نشون میده، بدون اینکه احساسات مخاطب رو به بازی بگیره یا تلاش کنه اشکش رو در بیاره. من دوستان اتفاقا قصه رو از زبون خودشون بشنوم، فکر میکنم دارن دقیق اشاره میکنن. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ واکنش من چی بود؟ واکنش شما چی بود خانم زیا؟ من ازشون خواستم یک ماه شرکت نیام. برای اینکه میدونستم مرعوب ثروت و موقعیت پدرم شدم. و در ادامه چه اتفاقی افتاد؟ سه شنبه بود. منو رسوند ایستگاه مترو. بهش گفتم منو چی کار کنم؟ گفت یه ما نه این شرکت یادش میره. بابای من به همه دوستام از این پیشنهاد داده، عادتشه. نه یا این شرکت یادش میره. من یک ما نرفتم شرکت. من حرف ایشون رو قبول کردم که نرفتم شرکت. دل سوزانه بود. من دوستش داشتم. الانم دوستش دارم. ولی نه اون موقع فهمید نه الان. وقتی کارگردان قراره تضاد بین پلاتوی تلویزیون و اتفاقات اتاق فرمان و راهروهای پشت صحنه رو نشون بده،
از تضاد بصری استفاده میکنه که چشمگیره. تضاد بین رنگای زنده و دکور زشت پلاتو با رنگای تیره و فضاهای تاریک اتاق فرمان و راهروها. از این نظر کار مدیر فیلمبرداری عالیه. از طرف دیگه ریتم سریع تدوین مرتب مخاطب رو از پشت صحنه به صحنه میبره و در نتیجه تعلیق موجود در معمای فیلم رو تشدید میکنه. سالها با تنها دختر ناصر مونا ضیا دوستی و ارتباط کاری داشت. فقط میگی ضیا آقا بود، مونا برام خواهری کرد، منم پشیمونم. همین. رئالیتی شو امروزه یک موضوع آشنا و جهانیه. از این جهت برای مخاطب جذابه که متوجه میشه بین اون چیزی که در تلویزیون نشون داده میشه و اون چیزی که در واقعیت اتفاق میفته چقدر تفاوت وجود داره. شما عزیزان اگر خانم مریم کمیجانی رو مستحق بخشش میدونین عدد 1 رو به شماره 3301 و اگر نه عدد 2 رو به همین شماره پیامک بفرمایید. در پایان برنامه اگر تعداد پیامک های عدد 1 از 5 میلیون بیشتر بشه نصف مبلغ دیه و اگر از 9 میلیون بیشتر بشه کل مبلغ دیه از طرف اسپانسرهای محترم برنامه. میتونیم پیام فیلم رو نشون دادن ریاکاری برنامه های تلویزیونی این چنینی در نظر بگیریم. همینطور هم ریاکاری جامعه‌ای که ادعا میکنه بسیار اخلاقیه در حالی که مروج کارهایی کاملا غیر اخلاقیه. از این منظر فیلم کاملا موفق عمل کرده چون مخاطب خیلی خوب میفهمه که بیشتر آدمای این فیلم بازی داده میشن، چه این رو بپذیرن یا نپذیرن. میفهمه که هر کدوم به نوعی تحت فشارن و نمیتونن اونجوری که دلشون میخواد زندگی کنن. در این حال پیام جهان شمولتر فیلم میتونه این باشه که درک مقصر یا بیگناه بودن آدمها به این سادگی نیست. این پیام هم به خوبی به مخاطب میرسه و شاید یکی از بزرگترین دستاوردهای فیلم این باشه که این پیام‌ها رو در سطوح مختلفی گنجونده و همه رو برای ما ملموس کرده. ببخشید. حق داره والا. وایسا! من فقط میخوام اعدام بشه. هر چی خواستی گفتی پخش. انصافا خودت جای اون خانم بودی میبخشیدی. امسال 20 سالگرد انتشار رمان درخت انجیر معابد نوشته احمد محموده و فرصتیه تا یادی بکنیم از این نویسنده برجسته در زبان فارسی. بیشتر داستانهای احمد محمود در جنوب ایران میگذره. برای همین راوی خطه جنوب خطابش میکنن. رمانهای همسایه ها، زمین سوخته و مدار صفر درجه احمد محمود جزو آثار ماندگار ادبیات معاصر ایران حساب میشه. درخت انجیر معابد که در سال 1379 جایزه بهترین رمان بنیاد گلچیری رو گرفت آخرین کار احمد محموده که با کارهای دیگرش متفاوته. روزبه کمالی منتقد سینما و ادبیات مهمان تماشاست تا درباره درخت انجیر معابد با هم صحبت کنیم. روزبه قبل از اینکه بریم سراغ رمان بد نیست با معرفی احمد محمود برای کسایی که هنوز فرصت خوندن آثارش رو نداشتن شروع کنیم. احمد محمود یک رمان نویس و داستان نویس خودآموخته بود. داستان میگفت و شخصیت میساخت و در این هر دو توانا بود. در دورانی که داستان نویسی ما دچار یک مدرنیسم مراحل طی نکرده بود، یعنی به یک دوره‌ای که به داستان نویس در داستان نویسی به داستان ساختن یا شخصیت ساختن خیلی اهمیت داده نمیشد. احمد محمود در تمام این مدت این داستانگویی و شخصیت سازیش رو پی گرفت و ادامه داد. داستانهاش در بوم و بر خاصی اتفاق می افتاد، لهجه ها و گویش های خاص به کار می گرفت، هیجانات، استرابات، غمها، اندوها و آرمانهای مردمان خاصی رو گزارش می کرد. از طریق این محلی بودن جمعی می شد. جنبه دیگرش اینه که احمد محمود آدم آرمانگرایی بود، گرایش چپ داشت، درباره مردم فرودست می نوشت و درباره میلشون به آگاهی و تغییر. این تعهدش تعهد از نوع رئالیسم سوسیالیستی نبود، از نوع اومانیستی چپ بود، یعنی انسانگرا بود، به انسان فرودست احترام می ذاشت و شایسته حرمت می دونستش. رمان همسایه هاش به نظر من شاید منسجم ترین کارش باشه. همچنان گرچه در مدار صفر درجه و در انجیر معابد نشون میده که چه نویسنده تواناییه و چه ظرفیت‌های بزرگی در هر دو این رمان‌ها هست. حالا داستان رمان انجیر معابد چیه؟
داستان از اونجا شروع میشه که تاج الملوک دو اتاق در برابر امارت کلاه فرنگی ملک سابق برادر درگذشتش میگیره و میخواد به گفته خودش ببینه که چه کسی اولین کلنگ ویرانی رو به این بنا میزنه. از سر خاطرات تاج الملوک مرور خاطراتش به گذشته میریم و با سرگذشت یک خاندان متمول آشنا میشیم که بر اثر سوانحی از جمله مرگ پدر و خیانت وکیل خانواده ملک و املاکش رو از دست داده، پدر و مادر مردن، خواهر برادرها متواری شدند و حالا فرامرز پسر بزرگ که به اعتیاد هم دوچار هست قصد انتقام داره و در پایان هم به شکل عجیب و غریبی انتقام میگیره. چرا عنوان رمان هست درخت انجیر معابد؟ درخت انجیر معابد در این داستان نقش کلیدی داره، برای اینکه یه پیروانی داره که معتقدن که این درخت قدرت جادویی داره و این آدم ها به خاطر اعتقادشون در رقم خوردن سرنوشت این خانواده فرامرز و اسفندیار تأثیر دارن و در نهایت در جدال نهایی که در شهر در میگیره درباره این درخت که بیبره، میوش قابل خوردن نیست، چوبش هم استفاده نداره، صحبت های زیادی شده. بعضی گفتن نشان سنته، بعضی ها گفتن که به خرافات و باورهای نادرست اشاره داره، شاید بشه اون رو نشانه هر آینه همراه با پرستش قلم داد کردن. بیشتر داستانهای محمود توی یه بستر تاریخ مشخص اتفاق میفته و جزو آثار برجسته رئالیسم اجتماعی به حساب میاد. با این حال تو این کتاب آخر وقایع تاریخی نقش تعیین کننده ای تو روند داستان ندارن. ممکنه در این بارم توضیح بدی؟ یک ویژگی برجسته آثار احمد محمود این بود که در رمان‌هاش در پس زمینه ما با یک حادثه مشخص تاریخی سیاسی اجتماعی روبرو بودیم. در همسایه ها کودتای 28 مرداد، در داستان شهر ماجرای افسران حزب توده، در زمین سوخته با جنگ روبرویم، در مدار صفر درجه با وقایع انقلاب. اینجا که آخرین کار محمود هم هست ما واقعی تاریخ مشخصی رو نمیبینیم، حتی به اسم شهر رو هم ذکر نمیکنه. ما از نام محلاتی که میاره متوجه میشیم که شهر اهوازه. یه اشاراتی هست، مثلا از رضا شاه یه جا اسمی برده میشه، یا مثلا وکیل خانواده مهران شهرکی شبیه طبقه نورسیده طرفدار تجدد دوره پهلوی هست. اما با این نشانه ها و اون اتفاقی که در آخر میفته و شهرک به آتش کشیده میشه، شاید بشه گفتش که به صورت تمثیلی، به صورت نمادین ما با انقلاب 57 روبرو هستیم. از بین مضامین یا درومایه های مختلفی که تو رمان مطرح میشه، برجسته ترین به نظر تو کدومه؟ به نظرم درومایه ویرانی است. یعنی از همون اول که تاج الملوک میخواد بشینه، میخواد نظارگر ویرانی ملکی باشه، که امارتی باشه که برادرش ساخته، و بعد خود فرامرز که هم اعتیاد داره به ویرانی، جسم و جانش مشغوله، هم در آتش انتقام میسوزه برای اینکه با ویرانی انتقام خودش رو بگیره، و در نهایت هم شهرک رو به آتش میکشه. هم فرامرز هم عمش تاج الملوک مدام دارن گذشته رو مرور میکنن. این در بند گذشته بودن به معنای ویرانی زمان حال و آینده نیز هست. یعنی چنان اسیر گذشته میشیم که زمانهای دیگر رو از دست میدیم و از این طریق به ویرانی خودمون برمیخیزیم. رمان انجیر معابد با آثار قبلی محمود چه تفاوتهایی داره؟ از جنبه روایت احمد محمود معمولا به شیوه خطی روایت میکرد، از گذشته میومد میرفت به آینده، یعنی مسیر خطی رو طی میکرد. در این رمان از شیوه جریان سریال ذهن شروع میکنه، رمان از اکنون شروع میکنه و میره به گذشته و هی گذشته رو مرور میکنه. معمولا شخصیت احمد محمود در همسایه ها در مدار صفر درجه یک آرمانگرایی دارن، یک امیدی دارن به آینده، به تغییر، اصلا تلاش میکنن برای آگاهی، آگاه میشن به ضرورت تغییر و بعد اقدام میکنن برای تغییر.
اما در انجیر معابد ضد قهرمان ها در کانون داستان قرار می گیرن. فرامرز آدم بی آرمانیه، تنها خواسته ای که داره انتقام، در آتش انتقام می سوزه. دچار اعتیاد آرمان جمعی یا فردی بزرگی نداره. شخصیت های رمان دیگهش معمولا یک میل به نیکخواهی و نیکطلبی دارن، اما اینجا در این شخصیت ها هم دیده نمیشه این حالت. یک حالت تلخی، خشم و کینه‌جویی دارن. شاید بشه این رو هم اضافه کرد که اون میل به تغییری که در همسایه ها بود، در مدار صفر درجه بود، شاید در آخرین رمان احمد محمود پاسخ اون رو میبینیم. میل و امید به تغییر و شوق به ساختن آینده‌ای بهتر در نهایت به ویرانی و ویرانی انجامید. دهمین سالانه هنر معاصر پرسپوک با عنوان دستکار در یکی از خانه‌های تاریخی کاشان برگزار شد. این نسخه سالانه پرسپوک در دو بخش انفرادی و مشارکتی با همکاری 19 هنرمند در حال برگزاریه. دستکار هم به معنی استاد هنرمند و هم به معنی صنایع و هنرهای دستیه. محور این نمایشگاه جنبه‌هایی از هنر معاصر ایرانه که با مهارت و صنایع دستی همراهن و نگاهی به هنرهای سنتی دارن. همکاری و تعامل و تمرکز بر هنرهای مشارکتی هم در این سالانه هنری مورد توجه قرار داره و تعدادی کار در مشارکت چند هنرمند ساخته شده. در یک از پروژه‌های گروهی چندین دست بافته به شکل توری‌های بزرگ که شبیه تار عنکبوتند به سردر و ستون‌های این خانه تاریخی آویزان شدند. بافت و رنگ دست بافته‌ها با معماری سنتی و کهنه خانه ارتباط برقرار کرده. همین ایده رابطه دست بافته‌ها و معماری در کار چند هنرمند دیگه هم تکرار شده. علی وفای نژاد یادبودی ساخته برای استادکارهای سنتی کاشان. نگار فرجیانی یک نگارگری ایرانی رو با تکنیک‌های دوخت بازسازی کرده و آرزو باغ‌شیخی هم یک کار ویدیویی رو در یک ظرف فلزی بزرگ نمایش داده. نمایشگاه نقاشی‌های طبیعت بیجان مسعود اصلانی در گالری هما برپا شد. طبیعت بیجان‌های ساده اصلانی با حجم و جرم بالای رنگ روغن و رد آشکار قلم و روی بوم اجرا شدند. در اغلب این کارها نور شدیدی روی صحنه افتاده و پس زمینه در تاریکی غلیظی قرار گرفته. میوه‌ها، گل‌ها و قوری در کنار پاکت سیگار و شیشه شربت و قرص قرار گرفتند. اصلانی در این کارها از ژانر تاریخی طبیعت بیجان الهام گرفته. در یکی از کارها چند شاخه گل رو در پاکت آب میوه گذاشته و در کنار طالبی و سیب یک پارچ قرار داده. این میز انگار هم بخشی از زندگی روزمره است و هم برای نقاشی کشیدن چیده شده. روزها نمایشگاهی با عنوان شرق و غرب از چیدمانهای نوید عظیمی در پالرموی ایتالیا برپاست. نوید عظیمی که مجسمه ساز و نقاش ایرانی ساکن ایتالیاست، در گفتگو با تماشا از تجربهش در برخورد با هنر و فرهنگ ایتالیا میگه. سال 2004 من لیسانس نقاشی رو گرفتم دانشگاه آزاد، بعد بلافاصله اومدم روم. روم خیلی جا عجیبیه، به خاطر اینکه یواش یواش توی تو اینجوری ریشه میدونه. طولانی مدت که تو این فضا زندگی میکنی میفهمی که زیبای شناسیت،
معیارات بر مبنای این قضیه عوض شده. تک تک اینایی که میبینی وارد ذهنت میشه، بعد یه جایی همه اینا وارد کارت میشه. 2005 که من توی روم بودم، سعی کردم استودیو بگیرم، سریع شروع کنم به کار کردن، سریع وارد فضای هنری اینجا بشم، مثلا کیوریتورا رو بشناسم، گالریدارا رو بشناسم. تا اینکه سال 2007 بود که با یه آرتیستی آشنا شدم به اسم ویتور پیزانی. ببین همیشه نقاشی خونده بودم ولی بزرگترین عقده زندگی مجسمه سازی بود. بعد وقتی من با ویتور آشنا شدم میدم ویتور نه نقاشه نه مجسمه سازه، بلکه ویتور مثل یه کارگردان میمونه. من نقاشی میکنم، طراحی میکنم، عکاسی میکنم و من در واقع مجسمه ساز مولتی‌میدیام تحتش و در واقع فضا رو به من میدی و من برای تو به یک معنایی بهش میتونم بدم. ۲۰۱۶ بود، بعد یه پیشنهادی بهم شد برای یه اینستالیشن توی حیات موزه های معاصر از طرف بنیادی که بعد خوالا اون پروژه مثلا انجام نشد، تا اینکه یه سال نیم بعدش اون تقریبا به بهترین پروژه هم تبدیل شد. اسم پروژه ایسجسیس بود. ایسجسیس در واقع یه کلمه کاتولیکه، برعکس کلمه اگزجسیسه. اگزجسیس یعنی در واقع اون تفسیری که میگن که چجوری باید این متن رو بخونی، ولی در واقع برعکس اون میشه ایسجسیس، یعنی که در واقع تو بحران‌های شخصی تو، مشکلات تو، قومیت تو، گرایشات و هر چیزی رو با خودت که داری با همه اونها یک برداشت شخصی از اون متن انجام میدی. حالا تو بیا اینو گسترش بده به فضای تصویری، بیا گسترش بده به تصاویر مذهبی، به تاریخ هنر و شروع کن برداشت‌های شخصی خودت رو خارج از قالبی که عرف انجام بدی و در واقع بتونی از تغییر دادن یه موضوع، یه فرم، یه آرکیتایپ اون رو اینقدر در واقع باهاش بازی بکنی که شاید به ضد خودش نزدیکش بکنی. یه کاری بود که با زنجیر کار کرده بودم، یه سری فرم جیومتریکال بود، اون وسطش یه سری زنجیر مثل گردنبند آویزون بود و بعد اینا همشون اومده بود رسیده بود به یه دونه لنگر. اگه خب این کار هر که در وهله اول اگه لنگر رو نگاه نکنی شبیه کاملا یه صحنه بی دی اس ام میمونه، ولی بعد وقتی که نمیان میرسن تو اون لنگره قضیه فرق میکنه، یعنی دوگانه یه داستان سر اینجاست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر کسی با یک اعتقاد کاتولیک بتونه نگاه بکنه به این کار، لنگر و زنجیر نشونه شهادت در واقع پاپ سوم مسیحیت که در واقع یه حلقه میزن گردنش و وصل میکنن به لنگر و تو دریای کریمه میزنش که بمیر. این دوگانگی بودن داستان برای من همه اینا خیلی جذاب بود دیگه. من نمیتونم نه خودم رو از فضای هنری ایران جدا کنم نه از فضای هنری روم مثلا جدا بکنم. فکر میکردم که خب این همه المانی که در درون من زنده است، این همه المانی که مثلا من استفاده میکنم چه توی اینستالیشن ها، چه توی طراحی ها، چه توی مجسمه ها، اینا مثلا یه حال بینابینی داره دیگه همشون، یعنی نه متعلق به این ورن نه متعلق به اون ورن، یه جوری توی سرزمین بی جایی این المان ها به هم دیگه آمیختن و توی یه بی زمانی دارن با هم زندگی میکنن. برای یه پروژه یه دونه پلی کار کرده بودم که الهام گرفته بودم از الهه نوت توی مصر. نوت الهه شبه، روی روز پل میزنه، از معاشقه روز و شب زمان به وجود میاد.
ایده رفت جلو تا به اینجا رسید که من فکرم احتیاج دارم که یه دیواری درست بکنم از تمام الهه های دوره معاصر زندگی خودم، این از دخترهایی که همه دوستای منن و هر کدومشون به نوعی مشکلات اجتماعی که همون با هم گذروندیم، اساطیری که داریم، مهاجرتی که داریم، همه اینا رو هر کدومشون به شکلی نشون میدن. یکیشون هست بهتر مشخص که خیلی برای من اهمیت داره، سه تا المان رو من با هم تلفیق کردم در واقع توی رحم دختری چرخه، بعد دور تا دورش یه دروازه شیرهاه، در واقع خیلی المان هندی ایرانیه، اون چرخه هم که خب خیلی المان هندو ایرانیه، ولی وسطش یه ساعت شنیه. وقتی بالای ساعت شنی یه دونه پروانه میذاری میشه به طور خیلی مشخص فرقه کاپوچینی، که باور دارن به اینکه زمان مثل پروانه در حال گذره، پس زندگی تو لذتشو ببر. پایان برنامه این هفته رسیدیم. ممنون که بیننده ما بودید. مثل همیشه یادآوری میکنم که تماشا رو میتونید روی وبسایت و یوتیوب بی بی سی فارسی ببینید و گزارش هاش رو هم روی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.